سال 2017 سال عشق در خانواده سلطنتی بریتانیا بود. ملکه الیزابت و پرنس فیلیپ 70 سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند، در حالی که پرنس هری نامزدی خود با دوست دخترش میگن مرکل هنرپیشه آمریکایی را اعلام کرد. و همچنین خبر یک نوزاد جدید برای دوک و دوشس کمبریج که در راه است. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. زنگ ازدواج پرنس هری شاهزاده بریتانیا و میگن مرکل هنرپیشه آمریکایی در 19 ماه می سال میلادی 2018 به صدا در خواهد آمد. پرنس هری و میگن مرکل در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه نوامبر نامزدی خود را اعلام کردند. یک سورپرایز شگفت انگیز بود. شیرین، طبیعی و خیلی عاشقانه. او زانو زد. ازدواج پرنس هری با میگن مرکل، دورگه سیاه و سفید پوست که یک بار طلاق گرفته، رویداد مدرنی است که در گذشته خانواده سلطنتی بریتانیا بی سابقه بوده است. ازدواج هری و میگن حرکت بزرگی است. تنها یک قدم به جلو نیست، بلکه جهش به جلو است. کاخ کنزینگتون اعلام کرده میگن مرکل در مراسم کریسمس به ملکه الیزابت و دیگر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا خواهد پیوست. ماه نوامبر نه تنها ماه اعلام نامزدی پرنس هری و میگن مرکل، بلکه 70 سالگرد ازدواج ملکه الیزابت و همسرش پرنس فیلیپ بود. این دو در سال 1947 زمانی که الیزابت 21 سال داشت ازدواج کردند. کریستوفر وارویک میگوید ازدواج آنان یک شراکت شکوهمند است. سلطنت میتواند یک موضع تنهایی باشد. بودن پرنس فیلیپ در کنار او در این سالها نعمتی بوده است. یک نیکبختی است. ملکه الیزابت که امسال 91 ساله شد قصد دارد با حمایت خانواده سلطنتی همچنان به انجام وظایف خود ادامه دهد. برخی از وظایف او از جمله سفر به نقاط دوردست جهان توسط پرنس شارلز پسر و پرنس ویلیام نوه ملکه و همسرش دوشس کمبریج انجام می شود. خبر خوش دیگر، خانواده سلطنتی بریتانیا امسال خبر از تولد نوزاد دیگری در بهار سال 2018 داد. کودک سوم پرنس ویلیام و کیت. خانواده سلطنتی بریتانیا ولی در سال 2017 شاهد ساعت‌های تلخ و اندوهناکی نیز بود. مراسم یادبود پرنس دایانا، مادر پرنس ویلیام و پرنس هری که 20 سال پیش درگذشت. پرنسس دایانا در ماه اوت سال 1997 در یک تصادف رانندگی در پاریس کشته شد که بریتانیا و جهان را عزادار کرد. چشمگیرترین میراث دایانا ویلیام و هری کودکانش هستند. او از ابتدا میدانست که میخواهد کودکانش را پرنس‌های مدرنی بار بیاورد که بتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند، که صورت انسانی سلطنت باشند. نتیجه ی آن دو شاهزاده است که نه تنها در بسیاری از فعالیت‌های بشردوستانه شرکت دارند، بلکه با مردم کشورشان ارتباط نزدیک و دوستانه‌ای دارند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.